درود به تمامی دنبال کننده های کانال سوسمغز. اول از همه تشکر میکنیم بابت لایک و سابسکرایب کردنتون و همچنین سپاسگزاریم از اینکه ویدیوهای ما رو انتخاب کردید برای دیدن. تو این ویدیو یکی از روزهای ندایزی هستش که مدام پشت سر هم بد میاره. ندایزی به محض اینکه از خونش میره بیرون، روز بعدش استارت میخوره و پشت در میمونه و بعد از کیک خریدنش تو پارک میشینه. ولی چون ایرانی زیاده اونجا و حال و حوصله و اعصاب درست حسابی نداره، فامیشه میره توی برج و اونجا کلی به خودش بد و بیرا میگه و با در و همه چی درگیر میشه و بعد از حل شدن مشکلش کلی آبروریزی به بار میاره که با هم در ادامه ویدیو خواهیم دید. ندا میگه من همیشه خدا را 100,000 مرتبه شکر میکنم بابت اینکه تونستم تو این سن خودم تک و تنها بدون زیرخوابی آویزون شدم به این و اون و بدون کمک و منت خانواده دقیقاً تک و تنها تونستم برای خودم خونه بخرم. و شما فکر میکنید خونه خریدن خیلی راحته، اما تازه دردسراتون شروع میشه و من خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم بابت همه چی و شما قدرت و صبر و تلاش منو خواهید دید و لازم نیستش که به زبون بیارم، به مرور زمان خیلی چیزا براتون روشن میشه. من شما رو شریک صحنه های بد و خوب زندگیم کردم و یاسی ها قدرت من تو زندگی هستن. خیلی ها هستن که اصلا این صحنه ها رو به شما نمایش نمیدن، استوری نمیگیرن شما ببینید که چقدر سختی داره، ولی من این کار رو کردم. و در آخرم راجع به اعتراضات ایران سوال میپرسه و کلی براش جالب میشه از اینکه داری اتفاقایی میفته. بریم با هم ببینیم و بشنویم حرفای خود ندایسی رو در ادامه ویدیو. بازم سپاسگزاریم از اینکه دارید این ویدیو رو نگاه میکنید. ببینین گربندم و روز پوشیدمش چطور سیاه شده، یک بارم بیشتر نپوشیدمش و از اچنم هم گرفتم، جنس خوب گرفتم، ارزانم نیست والا، 100 لیر 120 لیر بابتش دادم، یک بار بیشتر نپوشیدم. ببینین چقدر سیاه شده، به خاطر اینکه فکر کنم روش عطر زدم، عطر والا آشغال هم نزدم، عطر ویکتوریا سیکرت روش زدم، اینطوری سیاه شده، حیفه به خدا. اه بعد این عطرم این نمیری، یه وقتی داری حرف میزنی. گرمبند یاسیم هم هستا، این طلا هست، اینم سیاه شده. وا میگی میشه این طلا هست چرا باید سیاه بشه؟ یعنی اون عطر ویکتوریا سیکرت اینطوری سیاهشون کرده. اگه یه راه کاربردی میشناسین که این حیفشونه به خدا، اینا رو من درست کنم، هم اینو درست کنم هم اون یکی گرمبند طلام رو درست کنم، سیاهش از بین ببرم، یه راه حل کاربردی و نتیجه بگیره، نمیتونم حرف بزنم، نتیجه بگیره به من بگین که هم خودم انجام بدم نتیجهش رو ببینم و هم به بقیه بگم. نمیری یه وقتی حرف میزنی. سلام، بگو چی شده که من اینجا هستم اول صبح. میشه بگی چی شده؟ با اونا فکر کنم ایرانی هست. میشه بگی چی شده؟ زندگی پرماجرای من. آقا من اول صبح از خواب بیدار شدم، دپرس بودم، بی‌حوصله بودم، گرسنه بودم، گفتم چی کار کنم؟ برم کیک بخرم. گفتم برم یه کیک بگیرم سری برگردم خونه. اینو دقت داشته باشین میفهم. سری برگردم خونه. آقا یه چیز محترمانه خوبه، یه چیز محترمانه هم پوشیدم، میخواستم همینطوری برم اصلا، حتی لباس هم مناسب نباشه. بعد یهویی در که بسته شد، میدونی نه تازه از خواب بیدار شدم چایی هم نخوردم، اینطوری هم اصلا در خونم که بسته شد، تازه حواسم به این بود که در خونه رو قشنگ زدم توی قفل ولی داخله، میدونی بعدم درها رو طوری بست، طوری ساختن اینجا که وقتی بستی دیگه نمیتونی هلش بدی بازش کنی و من گیر کردم. خلاصه چای نخوردم و اینا، گفتم سر میرم به مدیریت، میگم مدیریت ساختمون، به مدیریت ساختمون گفتم، گفتش باید یکی رو صدا بکنیم، از خودشون چیز نمیکنن، یکی رو باید زنگ بزنیم که بیاد برات بازش کنه. حالا بعدیش به اینه که من همیشه کلید داخل خونه رو تو قفل خونه میذارم، میدونی یعنی بیرون از قفل خونه نیست. من
زنگ زد، مرده بهش گفتش که یه نیم ساعت اینا طول میکشه و خب منم جایی ندارم برم، بچه یتیمم. گفتم برم چیکار کنم؟ کیک رفتم خریدم و گفتم حالا ممکنم بخورمش. چیزم رفتم گرفتم، قاشق پلاستیک، هنوز ویندوزم بالا نیومد، قاشق پلاستیکی گرفتم، میشینم اینجا میخورم چون گرسنمه و نیاز واقعا به چای دارم. حالا اینی که زنگ زده مثلا بیاد در خونم رو باز کنه که فکر نمی کنم مفت و مجانی برام انجام بده، اگه از خود ساختم از خود مدیریت بود اون یه چیزی، ولی فکر کنم قشنگ یه 100 لیری 200 لیری ازم بگیره، بی خود و بی جهت، بی خود و بی جهت. وقتی بعضی روزا کلن شخمی میخوان شروع بشن همینه کلن، یعنی دستت نیست واقعا، بعضی روزای بدی هستن و شخمی هستن. دلم خیلی به این خوشه، خیلی اصلا روحیم رو میبره بالا. کیک میخواستم من بستنی بگیرم، بستنی های این مغازه که رفتم خیلی خوب بود. شما میگین نگین مغازه، بگین فروشگاه. بابا مغازه است، فروشگاه یه چیز دیگه است، ولی نیم ساعت بیرون یخ بستنیم آب میشه. کی داره سر صدا میکنه دیگه؟ چی میخواستم بگم؟ بذار بخورم، گرسنگیم برطرف بشه، نیاز به چای دارم. باورتون نشه نتونستم پایین کیکم رو بخورم. علتش هم اینه که پایین ایرانی خیلی زیادن و ترسیدن من رو بشناسن. حالا من دارم کیک میخورم، اینا میخوام بیان هر بزن عکس بگیرم، من حال حوصله ندارم. حالا به من میگه خب چیه یه عکس یادگاری. بابا بعضی موقع ها واقعا رو مود نیستی، خسته ای، از لحاظ جسمی، از لحاظ فکری خسته، حال و حوصله پدر مادر خودم نداری، اصلا اینجور چیزا رو میفهمی؟ خلاص اومدم بالا و شاید اینجا بخوام بخورم، نمیتونم هم بشینم به خاطر که وسواس دارم، کثیف پشتم چیز میشه. آقا بفرمایید کیک. تو خونت نیستی، آواری و وسط راه پله. بفرمایید چیکار کنیم دیگه؟ بسید یه چیز بهتون بگم، نه تو را پله ها نشستم. خب این اسمش چیه؟ چراغه. خب همیشه روشن نیست، این به حرکت حساسه، هر کی وارد میشه روشن میشه، بعد از مدتی که حرکتی در کار نیست خاموش میشه. الان خاموشه ولی من تو ظلماتم. نه از بعد روشن شد، دیدین؟ بفرم. او مای گاد، کیکش هم طبق معمول چیزه، بگو یخ زده است، بخاطر اینکه توی همون مغازه تو یخشو نگه داری. خدایا بس دیگه، بس خستم هی باید بالمشتم چراغ روشن شه، مرگ. من همینطوری یخ بسته دارم میخورم از گرسنگی، خدا اینطوری کوچولو کوچولو دارم میخورم. خسته شدم، هی این خاموش میشه، هی باید زحمت بدم روشن بشه بشینم دوباره، خستمه. چه زندگیه این؟ تو ظلمات نشستم منتظر آقای کلیچی، کفرچی، درچی، ندرچی، گفت 20 دقیقه نیم ساعت دیگه نهایتا اینجا. الان از خیلی وقت گذاشته نیومده، فکر کنم نیم ساعت گذاشته. اومدن عوض کردن، زیاد نمیتونستم نشون بدم چون دوست نداشتن ازشون فیلم بگیرم، کلن اینو عوض کردن، شکوندنش و عوضش کردن و حتی کلیدارم ببین چقدر کلید زشتیه. کلید قبلی خیلی بهتر بود، داشتم الان دارم دنبال اون کلید قبلیه بیدم، فکر کنم کلید قبلی رو از هم گرفتم. خلاصه اینو شکوندن کلن و عوضش کردن. اولی صبح بگو چقدر ازم گرفتم، بگو بگو.
یخ سیخاشون هم فراموش کردم. میگم اومدم. وقتی شکوندم این قسمت رو شکوندم بعد در باز شد. باید چهره مرده رو میدیدی، به خاطر اینکه وقتی در باز شد با این صحنه مواجه شدم و اصلا یه طوری شدن، به خدا به همدیگه نگاه کردن، به من نگاه کردن، وای مردم. بعد سوتیانم هم اینطوری قشنگ وسط چیز بود. ایشون گفتم ببخشید من تازه اومدم. نه اشکال نداره، چرا، خیلی اتفاقا اشکال. به من گفتن هر سری از این کارا بکنی و فراموش کنی کلیدتو داخل، ما بیام برات عوض کنیم پول میگیریم. یعنی هر سری فراموش کنی. وای خیلی بده، من فراموش میکنم. آه اینه کلید قبلیم، این چقدر خوشگل و ترتمیزه، این اینطوریه مربعیه. گفتن هر سری، حالا به من راهکار داد که چیکار کنم اگه فراموش کردم و اینا. سه تا کلید به من داد، گفت یکیشو مثلا پیش خودت نگه دار، کلیدو نذار اینجا همیشه باشه، میدونی؟ من یه چیز رو بهتون بگم، مردم از خنده و از خجالت آب شدم. حالا اینو که سیچویشن من رو نمیدونم، این سوتیانه هست و چسبیه، این قشنگ وسط اینجا چیز اینجا بود، قشنگ وسط بود. تو صورت مرده رو ندیدی اصلا چطوری تعجب کرد. وای دیگه بدو بدو اومدم اینو گذاشتم اینجا. خاطرات ترکیه محال یادم بره. این همه هم اینجا گذاشتم، همونطور که مشاهده میفرمایید یخچالم پر از خالیس. الان به من میگی خب برو بخواب، چقدر خوبه مثلا سریع راحت برای مشکلات راه حل پیدا میکنید، حتما زندگیتون بدون مشکل خیلی خوبه ها، باریکلا بهتون. و اصلا یعنی دلم به این خوش بود که افسردگیمو برطرف کنه، بیحالیمو برطرف کنه، بیشتر زده حال به هم زد. همین این احمق دیگه، اگه خریدمت کر سگ برای خودم درست کردم، اعصابم راحت بشه. چقدر امروز کار داشتم، من چقدر کار داشتم، گفتم روزم رو سریع‌تر شروع کنم که به کارام برسم. الان ظهره، کله ظهر، ساعت 2:30. حالا چی می‌خواستم بگم؟ من هنوز نیومدم تو این خونه، قشنگ 250 لیر فقط و فقط صرف کلید خونم کردم. بار اول همون شب اول عوض شد، 100 لیر دادم اگه یادتون باشه، و الان 150 لیر دادم. بخاطر که کلشو مجبور شدم بشکنم و عوض کنم. براتون میشه این خنزل پنزلایی که اون روز برای هنوز آماده برای کنسرت آماده شده بودم، هنوز که هنوز همینجان، نمیدونم منتظر، هرچی منتظرم بابات بیا جمع کنه جمع نمی کنه. باورتون میشه این خنزل پنزل ها هنوز اینجان؟ این لباسا کیفا همه رو من باید امتحان کنم ببینم کدوم رو میخوام برگردونم. این کیفا رو از ایران برام فرستادن، اون بقیرم که لباس هستش از اشنم و نمیری یه وقت داری حرف میزنی، از اچنم و و و و خرید کردم، هنوز امتحان نکردم لباسامو که ببینم کدوم خوبه کدوم بده. چون توی مغازه من امتحان نمی کنم، گشا شدم به خاطر کرونا. ایش وای 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 الان میتونم نفس بکشم. البته مصیبت هنوز اونجا مونده،
مصیبت های اینجا هم هنوز مونده. باید جارو کردم منطقه. ببینید اینجا یه چاییه، صندلی ندارم بشینم چاییامو بخورم و باید تی بکشم. الان اینجا هم مصیبت ها هنوز مونده.